درود فراوان به شما بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور و با عرض ارادت به تمام ایرانیان فارسی زبانان و بینندگان این رسانه برنامه امروز رو بعد از مدتی وقفه آغاز می کنم و آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایی که شما عزیزان دارم به طور کلی آنچه که در این برنامه مطرح میشه علاوه بر اینکه جنبه سیاسی در اون بیشتر مد نظر هست جنبه های اجتماعی و یافتن راه های بهتر زیستن در لابلای مسائل مطرح میشه آنچه که منو وادار میکنه در مقابل دوربین قرار گیرم و برای شما صحبت کنم همانا عشق به وطنم هست به زادگاهم هم هست و به مردمی که در سرزمینی که من آنجا متولد شدم زندگی می کنن سیاه روزی و بسیاری از مسائل جانبی که در اثر فقر ایجاد میشه مردم سرزمین ما رو فعلا در هم میفشاره و در حال ازمهلال یک مملکته همه اینها فقط و فقط به دو دلیل خاص رخ داده و آنچه که بلا بر سر ما مردم در دنیا میاد همیشه همین دو دلیله یکی خودخواهیه یکی عدم تفکر و اینکه انسان نخواد فکر بکنه خرد و اندیشه خودش رو به کار بندازه و در مورد مسائل با خرد عمل کنه خودخواهی که جای خود داره من بگم آقا الان اگر دارن در بیخ گوش من کسی رو بدون اینکه مرتکب هیچ گناهی باشه سر میبرن بگم به من چه به من که نیومدن آسیب برسونن اونو دارن سر میبرن این فقط خودپرستی و خودخواهیه ولی اگر ما همیشه خودمون رو به جای اون طرف بذاریم و ببینیم چه انتظاری داریم وقتی یک کسی داره به زندگی ما تجاوز میکنه آیا ما توقع نداریم همسایه ما بیاد به کمک ما اگر این چنین توقعی داریم پس خود ما هم وقتی میبینیم که به همسایه ما داره ظلم میشه بایستی به کمک او بریم ولی متاسفانه گفتم اینها شما فکر نکنید نتیجه یک روز دو روز یک ماه یک سال دو سال پنج سال ده سال اینها از زمان صفویه آمدن جامعه شناسان و مردم شناسان از طریق روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی این مسائل رو در ذهن افراد مملکت ما جا انداختن و الان من یا شما یا دیگری برای اینکه بتوانیم یک زندگی خوب داشته باشیم بایستی این ذهنیت کثیف گذشته رو پاک کنیم داستان جالبی من بر حسب اتفاق روی این پست هایی که در فیسبوک میاد خوندم و لذت بردم معلمی که تصویرش هم انداخته بود یک معلم خارجی در ایران سالهای سال تدریس میکرده یه روزی میاد سر کلاس به بچه ها میگه که این یک قوطی کفشه که من همراه خودم آوردم شما آنچه را که نمیتونید انجام بدید بنویسید و بیاید بندازید توی این قوطی کفش به طور مثال من نمیتونم درست درس بخونم من نمیتونم ریاضی یاد بگیرم من نمیتونم به پدرم کمک کنم من نمیتونم به همسایمون یاری برسونم من نمیتونم برم بیرون خرید بکنم من نمیتونم فلان کارو بکنم همینطور قص علاهازا میگه که هر کدوم هر کاری رو که نمیتونید بکنید روی یک کاغذ بنویسی و بیاید بندازید داخل این جعبه بچه ها یکی یکی مینویسن مجددا تکرار میکنه میگه علاوه بر این چیزهایی که نوشتید چیز دیگه باز به ذهنتون اگه میرسه فکر کنید و اونم بنویسید برخی از بچه ها چیزهایی که یادشون رفته بوده اونا رو هم می نویسن و میارم میندازن تو جعب کفش میگه خیلی خوب حالا را بیفتیم با هم بریم اینا رو ور میداره به حیات مدرسه در اونجا گودالی کنده بوده میگه که این نمیتونم ها رو که داخل این جعب کفش هست میذارم الان داخل این گودال و روش خاک میریزم یعنی این نمیتونم ها رو ما دفن میکنیم و از این به بعد ما همه اون کارهایی که قبلا نمیتونستیم میتونیم انجام بدیم جعب کفشو میذاره داخل گودال خاک و میریزه روشو میگه که اینجا مدفن نمیتونم هاست حالا برمیگردیم با شعار این که من میتونم هر کاری رو بکنم زندگی رو شروع میکنیم و بدین ترتیب میگه که بعد از یه مدتی میگه اگه دوست دارید باز هم در رابطه با نمیتونم اگه کسی چیزی به ذهنش هست بیاد بازم بنویسه در جعبه کفش دیگه ای بذاریم و ببریم اونم دفع کنیم به هر روی این روش ساده ایه که دانش آموزان ازش استقبال میکنن و بعد در همون سال بهترین نمراتو این خانم و از آن شاگردان خودش میکنه ببینید اینها مسائلی است که با روح ارتباط داره با تفکر ارتباط داره و با مغز ارتباط داره ما امروز که با شما سخن میگیم بایستی اون ذهنیات کثیف گذشته رو از ذهن خودمون که طی سالهای سال آمدن به ما القا کردن پاک کنیم یعنی جامعه ای رو به رشد خواهد رفت جامعه ای از فرهنگ والایی برخوردار خواهد بود که چه بکنه؟ اون که منفی هست از جامعه زدوده بشه یکی از اون مسائل مسئله مواد مخدره که در مملکت ما الان داره بیداد میکنه حتی بچه 13 ساله 12 ساله به اعتیاد مبتلاست برای اینکه ما بتونیم جامعه سالمی داشته باشیم بایستی از طریق مسائل بطرح کردن مسائل اجتماعی بچه ها رو هوشیار کنیم حداقل میگن ضرر رو از هر جاش بگیریم منفعت از این به بعد بچه ها رو طوری تعلیم بدیم که تمایلی به مسائل منفی پیدا نکنند و در کنار اون بایستی آنهایی که دچار از محلال فکری شدن و دچار ورشکستگی ذهنی شدن و به راه خطا کشیده شدن اونها رو به جامعه بازگردونیم یعنی بزرگترین هدف در آینده ایران یک کار فرهنگی اجتماعی است وگرنه با زندانی کردن و اعدام کردن و کشت و کشتار جامعه ای اصلاح نمیشه آقا شکم این که گرسنه است نان میخواد غذا میخواد اگر بهش ندادید میاد میگرده راهش رو پیدا میکنه از طریق دزدی هر راهی شده قاچاق فروشی هر کاری شده دست میزنه تا شکم خودش رو سیر کنه وگرنه شما بگیرید 20 نفره اعدام کنید ولی جامعه از حداقل رفاه برخوردار نباشه شما چند نفر میخواید تمام جامعه رو اعدام بکنی؟ نمیتونید الان گرانی در ایران بیداد میکنه خب این موجب چیه وقتی که میبینیم مینویسه روزنامه ها مینویسن یک هفته همه حمله کردن دستمال های کاغذی رو جمع کردن یک هفته حمله کردن هرچی شکر بود خریدن یک هفته اونهایی که پول دارن میرن میخرن چرا از این که تحریم ها که در ماهای آبان و آذر اوج خودش خواهد بود مردم رو با کمبود مواد غذایی و یا مایحتاج اساسی زندگی مواجه میکنه حال من این مطلب رو که در مورد کشور خودمون گفتم ببینید تعلیم غلط و اشتباه چقدر انسان رو به قهقرا میکشه خرید سه ماه خودتون رو هم کردید در داخل منزل گذاشتید بعد از سه ماه اگر که واقعا یک تحولی در جامعه ایجاد نشه بعدش چه خواهید کرد دیگه وقتی دستمال کاغذی نیست یا فرزن شکر نیست یا برنج نیست اون موقع چه می کنید اون موقع چه خواهید کرد از امروز به فکر باشید اون کاری رو که بایستی سه ماه دیگه پنج ماه دیگه انجام بدید امروز انجام بدید در نهایت بعد از سه ماه پنج ماه شما مجبورید به صورت یک معترض که احتیاجی داره و این احتیاجش تمین نمیشه بیاد در خیابان شعار بده هوار بزنه اعتراض بکنه خب از همین امروز این کار رو بکنید این حماقت ها رو دور بریزید وقتی الان از روز شانزدهم مهر بازاریان قراره اعتصاب بکنن شما چرا معطل هستید بایستی همگی آماده باشید به خیابان ها بیایید در کف خیابان ها بنشینید شما اگر هفتاد و دو ساعت در خیابان ها بمونید حکومت سقوط خواهد کرد و از این ننگ ابدی شما رهایی پیدا خواهید کرد ولی انقدر کوتاه فکرید که فکر می کنید بایستی رفت مواد اولیه خرید و در خانه نگهداری کرد این راه کار نیست این زمانی داره و محدودیتی داره بالاخره تمام میشه عزیزان من شما بایستی آن کاری را که در آخر میخواهید انجام بدید در آغاز انجام بدید پولتون هم حفظ شده ثروتتون هم حفظ شده و به نتیجه هم خواهید رسید من چند سال پیش در رادیو ایران هیوستون تگزاس این مسئله رو در رابطه با کشور آلمان مطرح کرده نوه امه بنده که در آلمان زندگی می کرد وقتی از اونجا برای یه مدت کوتاهی بازگشته بود و در تهران همدیگر ملاقات کردیم بر حسب تصادف صحبت های مختلفی شد ایشون گفتش که برای اینکه خصوصیات آلمانی ها رو انسان خوب بشناسه باید خیلی دقت داشته باشه گفتم چطور؟ گفتش که من در یک آپارتمان یک اتاق اجاره کرده بودم و اونجا زندگی می کردم و درس می خوندم. یه روز از پله ها که داشتم میومدم به طرف در که برم به دانش دانشکده صاحب خانه که در طبقه بالای سر من بود یه خانم پیر و چاقی بودش با سرعت داشت از پله ها میومد پایین و یک بستم دستش بود. من کنچکاف شدم گفتم که با این عجله شما کجا داری میری؟ گفت من در یخچالم ده بسته کره داشتم که امروز رادیو اعلام کرده به دلیل مشکلاتی که برای تولید لبنیات پیش آمده دولت آلمان با کمبود تولید مواد لبنی مواجه ازش دارم این مازاد احتیاج خودم رو برای سه روز آینده میبرم بدم به مغازه که اگر کسی احتیاج داره اونجا کره موجود باشه و بیاد بخره حالا ما اگه فهمیدیم که اگه کره داره کمیاب بیشه و الان دولت مواجه با مشکله همه یورش میبریم که هر چی است از هر مغازه‌ای هست جمع کنیم حتی بمونه در داخل یخچال و فاسد بشه مهم نیست مهم اینه که ما فقط خودمون آسایش داشته باشیم و کره داشته باشیم به اندازه کافی حالا ممکنه سال تا سالم کره نمیخوریم ولی چون کمیاب شده همه یه احساس عجیبی در انسان وجود داره از هر چی من میشه هریستر میشه به طرف اون دوست داریم کره بخوریم عزیزان این سیستم فکری موجب شده که کشور آلمان اینطور قوی بشه و کشور ما اینطور به قهقرا برگرده و یک مش آخوند بی سواد بدون تفکر بتونن به شماها حکومت بکنن اون کسانی که با غمه تو سر بچه خردسال بچه طفل میزنن واقعا نفرت انگیزه اینها من نمیدونم چگونه فکر میکنن و اصلا مگر انسان شعورش رو باید از دست داده باشه یک دوست افغانی به من یه جمله بسیار زیبایی گفت گفتش که آقا مگر امام حسین مورد نظر خداوند نبوده گفتم اینطور که معلومه چرا نبوده بوده گفت خب الان کجا باید باشه الان باید در بهشت باشه دیگه غیر اینه گفتم نخه باید در بهشت باشه گفت خیلی خب کسی که در بهشته مردم ایران واسه چی تو سر کله خودشون میزنن و گریه و زاری میکنن چی اب بهش میخوای بکشینش بیرون یا شمر مگر در جهنم نیست خب دیگه از جهنم جهنم تر کجا بره که هی لعن و نفرینش میکنی ببینید اینها عدم تمرکز و عدم استفاده از خرده انسانی که خرد خودش رو به کار بندازه آقا برو بزن تو سر خودت با قمه بزن با زنجیر بزن با پارا آجر بکوب تو سر خودت خجالت بکشید دست بردارید آخه تا به کی تا به کی حماقت تا به کی سفاحت و ابلهی انسان باید یک روزی به خودش بیاد نظری میدن انگلستان دقیقا میدونه با مردم کشور ما چه کرده مردم برن نظری بگیرن نهار مجانی شام مجانی به هوای این این عراجیف هم در مغز انسان ها فرو میکنه و به طور ناخداگاه مثلا فلان کاری که میخواد بکنه چون اینها اصول دین دیگه وقتی این مزخرفات از دین برداشته بشه دین واقعیتی است در جهت رفاه انسان ولی برای اینکه انگلستان میخواد مردم سردرگم باشن گیج باشن وقتشون تلف بشه و قدرت تصمیمگیری نداشته باشن و از خردشون استفاده نکنن در نتیجه همین مسائل در حاشیه میاد استخاره رو مطرح میکنه میاد فال گرفتن رو مطرح میکنه فال بگیرم ببینم این کاری که میخوام بکنم خوبه یا بده استخاره بکنم ببینم این کاری که میخوام انجام بدم خوبه یا بده خب نتیجه این مسائل چه میشه عزیزان نتیجه این مسائل هیچ چیزی جز اینکه شما نتونید یک تصمیم اقلایی بگیرید و با اندیشه و خرد خودتون زندگی خودتون رو رو به رفاه ببرید چیز دیگه ای نتیجهش نیست پس این مسائل جنبی مذهبی این تاسوعا و آشورا و نمیدونم مردن فاطمه و مردن نمیدونم امام حسن و مردن امام علی نقی و قص الهازا همه و همه برای اینکه اولا یه نوع حالت افسردگی به شما القا بکنن همینطور در حالت عذا باشین هر جا میری قرآن بخونم برای شما اصلا بابا شمر و یزید باید بهشون جایزه نوبل داد کی شمر و یزید میان یک ساختمان پلاسکو رو توش بم میذارن از طرف یک دولتی که باید حافظ منافع مردم باشه یا یک سینما رو به آتش میکشونن انسان ها رو اینطور عین و برگ خزان به زمین می ریزن. کجا شم کی همچی کاری کرده اینها صد مرحله از شمر بدترن جایزه صلح دنیا رو یا صلح نوبل رو بایستی به شمر بدن نه به آقای جیمی کارتر جیمی کارتر تمام مسائل رو برای مردم ما به وجود آورد و این مملکت رو به یک سیستم اسلامی انگلیسی سپورت که ادارش کنه دوستان توجه کنید همونطور که در آغاز سخنم گفتم از <applause> بخوام در آغاز سخنم گفتم دو نکته اساسی و بسیار بسیار های اهمیت در زندگی ما وجود داره یک خودخواهی رو کنار بگذاریم و همیشه خودمون رو جای دیگران قرار بدیم بعد تصمیم گیری کنیم دوم اینکه با شنیدن برخی از مسائل بلا فاصله قضاوت نکنیم از خرد خودمون بیایم سود ببریم مسئله رو مورد تجزیه و تحریر قرار بدیم و بعد به نتیجه برسیم حتی اگر فکر خودمون به اندازه کافی اجازه نمیده گسترش نداره اونقدر رشد نکرده که بتونیم مسائل و آنچنان که هست آنالیز بکنیم یا تجزیه و تحریر بکنیم از دیگران کمک بگیریم و این اصطلاح رو از یاد نبریم که دو فکر همیشه بهتر از یک فکر میتونه تصمیم گیری کنه یا پنج نفر بهتر از یک نفر میتونن راه حل پیدا کنن چرا هر انسانی یک دیدگاه خاصی به هر مسئله ای که مطرح میشه داره من از یک زاویه نگاه میکنم به یک مسئله دیگری همینطور و پنج نفر از پنج زاویه به یک مسئله نگاه میکنن و در نتیجه تمام ایرادات رو ممکنه برطرف کنن سرودی میشنویم باز گردیم باز هم در خدمت شما نازنینان خواهم بود با تمام می ستایم از خدا من و نگاهم و زبانم ستایم ات با تمام روح و جانم می ستایم ات خداوند با نگاهم با زبان با شکوه و پا جلالی صد و رود بر نام زیبات با سیر پا tudo روز از ترس و تنهایی همان منجی و خالق را همان عشق مسیحایی محبت کرد بر جانم شفا بخشید و درمانم دا هر روزه به این روح پریشانم خداوندی که جای من تمام درد بر او به زخمایش شفا بخشی به بخشود گناهانم چنان خیبی بی پایان از آن زخما جایی شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و اسیانم چه جایی بهتر از آغوش پرگرما و مهره توست در آن آغوش نگاه توست که میبینه تن و جانه هم نترسن گرچه توفان ها به قرن بر علیه من چه سلطان محبت هست سکان داره سکانه خدا بندی که جای من تمام در بر او زخمایش شفا به ببخش دو گناهانم چنان عشقی بی از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس های مهن تمام درد بر او رفت به زخمایش شفا بخشید ببخش گناهانم چنان عشقی بی از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و پایان از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و با درود مجدد خدمت شما نازنینان در قسمت دوم برنامه ضمن پیگیری مسائلی که در قسمت اول مطرح کردم یک مقدارم به مسائل سیاسی روز میپردازم خوانندگان واقعی کتاب و به قول معروف اهل مطالعه چنانچه تاریخ مشروطیت احمد کسروی و تاریخ 18 ساله احمد کسروی رو مطالعه کرده باشند توجه خواهند کرد در اون دوره احمد کسروی به دلیل اینکه یک فرماسونر بود و اجازه نداشت بسیاری از مسائل رو بازگو کنه به آنالیز تاریخ نپرداخته یعنی تاریخ رو نیامده تجزیه و تحریر کنه بلکه ایشون وقایع نگاری کرده که چه اتفاقاتی افتاده و چه رویدادهایی رو تاریخ ایران ثبت کرده و عاقبت هم به دلیل اینکه این مرد بسیار فهمیده و اهل خرد بود انگلستان او را از سر راه برداشت همونطور که یک بار دیگه هم یادآور شدم ایرج میرزا اگر واقعا حتی موی سرش باشه و بدن آزمایشگاه مشخص میشه که ایرج میرزا به مرگ طبیعی نمرده ایرج میرزا به خاطر اینکه مسائلی رو بازگو میکرد که مردم رو به تفکر وامی داشت در سرودهاش در اشعارش مردم رو به تفکر وامی داشت و یک نوع تمسخر برای خرافه های مذهبی که در کشور ما رایج بود در اشعارش کاملا مشهود بود و بر این مبنا وجود انسانهایی های باخرت همیشه برای دولت بریتانیا ایجاد زحمت میکنه و اونها حاضر نیستند که افراد آگاه ذهن مردم رو روشن کنند ولی این جبر تاریخه جبر تاریخ جبر زمان هر چی اسمشو میخواهید بذارید بذارید شمایی که امروز مثلا فرض بکنید در یک منزل زیبا هستید و رفاه کامل دارید جبر زمان شما رو خواه ناخواه پیر میکنه و این فرسودگی ممکنه همراه با مسائل دیگه باشه که یک مرتبه از جایی که هستید و بسیار بهش علاقه مند می باشید تحت فشار عوامل جانبی که بر زندگی شما اثر گذار هست جابجا جا بشید و کیلومترها فرسنگ ها از محل فعلی زندگیتون دور بشید یعنی انسان علا رقم تمام ایدال هایی که در رابطه با آینده زندگی خودش داره تحت فشار مسائل اجتماعی و گذشت زمان ممکنه تمام نقشه هاش برباد بره علیه حال ما در رابطه با آقای احمد کسروی داشتیم صحبت میکردیم و ایشون انسان اهل خردی بود که اگر میدانست فرماسونر شدن چه بلایی به روزش میاره هیچگاه به این فرقه داخل نمیشد ولی متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و نبودن مدارک کافی و سوابق لازم چون شعار ماسونها آزادی برابری و برادری هست هر انسان عاقلی تحت تاثیر این سواجه قرار میگیره و فکر میکنه این سازمان سازمان های ماسونی واقعا آزادی رو به انسان ها هدیه میکنن برابری رو هدیه میکنن و اخوت یا برادری رو در حالی که وقتی که سازمان های فرماسونری انگلیس تأسیس شدن هدف اونها پیش برده اهداف سیاسی و استثمار و استعمار ملل دیگر بود برخلاف سازمان های ماسونی که در آمریکا هست و واقعا از سه شعاری که خدمت شما عزیزان عرض کردم پیروی میکنند و سعی میکنند آزادی رو برای تمام جوامع ایجاد کنند برابری و برادری رو گسترش بدند سازمان های فرماسونری انگلستان درست در جهت خلاف عمل میکنند آقای احمد کسروی گناهی نداشت اگر داخل سازمان ماسونری شد به هر روی این سابقه ای بود که لازم بود از آقای احمد کسروی بنده بگم خدمت شما ولی در کنار این مسائل شما تاریخ مشروطه و تاریخ 18 ساله رو که مطالعه میکنید از این مرد میبینید که مرتبا بسته های پستی برای افراد آزادی خواه ارسال میشه به محض اینکه این آزادیخواه این بسته آزادی ای که به نام او هست دریافت میکنه و اونو باز میکنه این حاوی بمب و منفجر میشه و جا به جا او رو میکشه و سراسر کتاب تاریخ 18 ساله از کشتار آزاد مردان ایرانی به وسیله بمب های پستی پر شده و آقای احمد کسروی تمام این وقایع رو به تصویر کشیده به وسیله قلم شیوای خودش و کاری که احمد کسروی کرده درسته که اجازه نداشته تحلیلگری در مسائل تاریخ بکنه ولی برای یک انسان مثل بنده با حداقل هوش سیاسی وقتی کتاب ایشونو بخونه میتونه تفکر کنه و تصویر کنه یا تصور کنه که در اون دوره چه میگذشته و مثل یک فیلم سینمایی این از جلوی چشمان انسان رد میشه چون قلم بسیار شیوایی داره این مرد کتاب بسیاری تعریف کرده و باعث افتخار ملت عزیز ایرانه چرا که بسیار تا بسیار امروز آن چرا که ما از اون مطلع هستیم مدیون تلاش های این مرد بزرگ بودیم و امثال او تنها اون نبوده بسیاری دیگر در این راه گام برداشتند و بایستی ما از زمانی که از قید اعراب خلاصی میابیم و میایم مملکت خودمون رو میسازیم بزرگانی مانند یعقوب لیس صفار ابو مسلم خراسانی بابک خرمدین و قس الهازا اینها همه و همه جانفشانی کردند برای اینکه آیندگان ما نسل آینده به آزادی های واقعا لازم برای زندگی دست پیدا کنند در فیسبوک من اشاره کردم به مسائل مختلف که حالا براتون خواهم گفت ولی از میترسم از مطلب دور بشیم این بسته های پستی رو میگفتیم که آزادی خواهان رو چیکار میکرد از بین میبرد امروز انگلستان همون روش رو در رابطه با آمریکا اجرا کرده دقیقا حدود یکی دو سه سال پیش بودش که بسته های آلوده به سم ارسال می شود. امروز جزو اخباری که اعلام شد دو تا بسته یکی به نام آقای ترامپ و یکی به نام وزیر امور خارجش ارسال شده بوده که آلوده به سمهای کشنده بوده که خوشبختانه اینها متوجه میشن و از ورود این دو تا بسته به کاخ سفید جلوگیری میکنن ببینید روش همون روش سابق انگلیس فرق نکرده همونطور که آزادی خواهان مملکت ما رو نابود کرد امروز اگر کسی در گوشه ای از جهان سر بلند کنه و بخواد به مردم دنیا آزادی بده اینها میخوان اونو نابود کنن آقای ترامپ در آغاز انتخاباتش برگشت گفت ما چرا باید مردم دنیا رو بکشونیم به کشور خودمون و اینجا اونها چیزهایی رو که در مملکت خودشون ندارن که مهمترینش هم آزادی های فردیه بیان در کشور ما داشته باشن چرا کشورهای خودشون نباید به اینها این آزادی ها رو بدن دومیش رفاه که در اینجا دارن چرا این رفاه رو در کشور خودشون نداشته باشن که البته این قضایا باز اگر شما نازنینان برنامه های گذشته بنده رو ملحوظ نظر داشته باشید در برنامه های گذشتم من ذکر کردم از زمانی که مالتوس این جامعه شناسی که آمد و تئوری خودش رو در رابطه با جمعیت دنیا بیان کرد و گفت رشد جمعیت از تصاعد هندسی پیروی میکنه یعنی اگر جمعیت کشوری امروز دو میلیونه سال بعد میشه چه میلیون سال بعد میشه۸ میلیون سال بعد میشه 16 میلیون یعنی یک عدد ثابت در همون زار تا و نتیجه اون مرتبا ضرب میشه و مثلا سال۲زار جمعیت جهان میرسه به 10 میلیارد ولی گفت منابع مواد غذایی که، اینها برای تغذیه خودشون لازم دارن از تصاعد حسابی پیروی میکنه و اینجا زرد در کار نیست اگر امسال 100 هزار تن گندم داریم و عدد ثابتی که ما میتونیم بهش اضافه کنیم در سال آینده 50 هزار تنه میشه 150 هزار تن سال بعد سال بعدش دوباره 50 هزار تن بهش اضافه میشه میشه 200 هزار تن همینطور تا سال فرزند 2000 ایشون مثال میزنه و میگه در سال 2000 نیمی از جمعیت کره زمین در اثر گرسنگی میمیرن که در عمل دیدیم همچین اتفاقی رخ نداد چرا تئوری آقای مالتوس در رابطه با جمعیت دارای نواقصی بود چه نقیصه هایی داشت مثلا ایشون مواد غذایی که از نفت مشتق میشه و میتونه شکم ها رو سیر کنه نمونهش همون پفکیه که میخورید از نفت میگیرن و گوشت مصنوعی که الان دارن تولید میکنن از مشتقات نفت و, و, و خیلی چیزهای دیگه که شما بیخبر هستید و نوش جان میکنید اینها همه مشتقات نفت منابع غذایی که در قعر اقیانوس ها بوده و انسان به اون دست پیدا کرده انواع جانوران دریایی که گوشت اونها قابل تقضیه بوده پیشرفت تکنیک که تونسته با لودر گریدر و خرمنکوب و نمیدونم وسایل کشاورزی مدرن محصول و افزایش بده ساخت انواع و اقسام کودهایی که برای ازدیاد محصول اثرگذار بوده و و و و خیلی از مسائل دیگر که آقای مالتوس به اینها توجه نداشته ولیکن انگلستان با شنیدن تئوری مالتوس آمد و تصمیم گرفت جمعیت دنیا رو به نظر اون رشد اساسی و متداول خودش رو به طور نرمال پیش ببره و جلوی این کار رو تا حدود بسیار زیادی از دو طریق گرفت یکی با ایجاد جنگ هایی که هنوز که هنوزه ببینیم در سوریه هنوز دارن آدم میکشن اینها نسل های جوان هستن که در سن تولید مثل هستن و جلوی اینها گرفته میشه بمگذاری هایی که اینسو و آنسو میشه و دیگه بیماریه انواع بیماری که در یکی از برنامه ها باز اشاره کردم فرصتی نیست که بنده تمام مسائل اینجا بازگو کنم در کتاب های خودم که خصوصا جلد سوم ایران را کردن چپو در اونجا من به این مسائل کاملا اشاره کردم کسانی که اهل مطالعه باشن میتونن این کتاب ها رو بخونن و پی ببرن کتاب هایی که بدون قرض و مرض نوشته شده واقعیت ها رو گفتم منافعی رو در نظر نگرفتم که چیزی بگم به خاطر اینکه نفعی به من برسه یا منافعی در این کار داشته باشم فقط و فقط هدفم روشنگری مردم کشورم بوده که بتونن عاقلانه فکر کنن به هر روی میبینیم میبینیم که جمعیت دنیا رو به این صورت جلوش گرفتن در مؤسسه تاویستاک که مربوط میشه به حکومت جهانی پنهان که کاملا این حکومت جهانی پنهان در جلد سوم کاملا شهر داده شده شما میتونید مطالعه کنید کتاب های من مجزا از یک دیگر هستم میتونید به تلویزیون زنگ بزنید بگید که جلد سوم کتاب ایران را کردن چپو رو میخواد براتون ارسال خواهد شد و این کتاب رو برای شما میفرستم و شما خیلی از مسائل در حاشیه میتونید بهش آگاهی پیدا کنید وقت من متاسفانه در اینجا تمام شد علا رقم این که نتونستم کاملا مسائل رو تشریح کنم ولی ببینید سیاست همون سیاست امروز بومب های به جای بومب های پستی و های پستی سمی میفرستند برای که آقای ترامپو از سر راه بردارن چرا که او میخواهد آزادی رو به مردم دنیا عرضه کنه تا برنامه دیگر و سخنی دیگر همه شما نازنینان، مهرورزان، ایران دوستان رو به خداوند یکتا سپارم. خدا نگهدار